این اعتراض صدها باشنده فیض‌آباد ولایت بدخشان به دلیل محرومیت از زایش بدامنی نبود یا بی‌آشامیدنی و کمبود بر را اندازه کردند که به خشونت کشیده شد. معترضین میگویند پس از آنکه در نظر داشتند این خواسته ها را با والی در میان بگذارند، به دستور والی برای اعلان شلیک صورت گرفت. وقتی مردم صدا بلند میکنه، حکومت محلی بدخشان در مقابلشون با سلاح، با تفنگ پاسخ میده و اصلا به گفته های مردم بدخشان ارزش قائل نیستند. ما به خاطر خواستن حق مسلم خود اینجا جمع شده ایم. ما به خاطر اینجا جمع شده ایم که برق نداریم، آب نداریم، راه دهنی خود را در تاریکی گم کردیم که لقمه خود را در دهنی خود بندازیم. نارنجک فرش شد، دم جاست دو نفر بودیم، سه نفر بودیم چی شدیم؟ زخمی شدیم که نایه سر و نایه دستم امال چی سر پرچه همو به اساس آمارها در پی به خشونت کشانیده شدن این اعتراضها، 3 تن جان باخته و 43 تن دیگر زخمی شدند. دو نفر شهید در اینجا به حساب مراجعه کرده بودند و یک نفر گویا در بیرون آمدند. به ایمانو که 30 نفر شهید داشتند. در این میان یک بخش ساختمان و توقفگاه موترهای مستوفیت و بخش جمع‌آوری عرایض ولایت نیز از سوی معترضین با آتش کشیده شد. معترضین اکنون میگویند تا زمانی که مشکل برق و آبشان حل و والی از سمتش کنار نرود، از اعتراض دست نخواهند کشید. هدف ما دور کردن از بدخشان مسئولین بی‌کفایت است، والی بی‌کفایت است، معاون بلیاض خدا شرم است. مقام های محلی بدخشان میگویند معترضان بدون اطلاع قبلی بالای ولایت با سنگ و چوب هجوم بردند که محافظان ساختمان ولایت به خاطر پراگنده ساختن مردم شلیک هوایی کردند. به گفته آنان مردم در پی پرتاب سنگ و چوب معترضان زخمی و جان باختند.